آقای رادت خیلی مخلصم، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون، یعنی گیریپاش. این استند من تو گیریپاش گاراژ داشتم که خیلی برای موتورهای تریل مناسب نیست، پس تصمیم گرفتم برای حجیرم این جک استند رو بسازم که مرحله به مرحله آموزش ساختشم تو این ویدیو میخوام بهتون بگم. پس سابسکرایب به چنل یادتون نره، چون اینجا همیشه چیزی برای یاد گرفتن هست. لایک این ویدیو حمایتتون هم که بهم دلگرمی میده. بریم با هم بسازیمش. خب تو این ویدیو تک تک پروفیلایی که استفاده کردم و اندازه هاشو بهتون میگم. البته اینو در نظر بگیرید که من روی حجیری اندازه رو گرفتم، یا همون WR155 که شما اگه خواستید رو موتور خودتون میتونید اندازه بگیرید، یه کوچولو اندازه رو کم و زیاد کنید، یا دقیقا طبق همین اندازه‌ای که من میسازم بسازینش. برای ساخت این جک ما احتیاج به یه قوطی 6x3 داریم، لوله گاز 3 و لوله گاز 4. خب بریم اندازه رو بگیریم و قسمت پایینی جکمون رو آماده کنیم. الان دو تا لوله 4x27 سانتی داریم و یه قوطی 6x3 28 سانتی که این قسمت هلال شده که بره توی اینا. حالا ما کاری که باید بکنیم اندازه های اینو بگیریم، وسط این و وسط این لوله ها مشخص بشه که اینجوری اینو بذاریم اینجا. البته دقیق الان باید دقیق اینا رو 90 کنیم و این قسمت رو، این قسمت رو، این ور رو، این ور رو، این ور رو، این ور رو پایینش رو جوش بدیم. اینم از پایه ما آماده شد و بذاریمش برای پایین. حالا چجوری باید این بالا رو وصل کنیم بهش؟ یه دوله 3 ور میداریم اینجا قشنگ چیزش میکنیم، نودش میکنیم، میذاریمش اینجا جوشش میدیم که یه لوله دیگه بتونه اینجوری بیاد روش و بازی کنه که وقتی ما اون پایه رو درست کردیم این بیاد داره بالا اینجا گیر کنه. خب حالا نکته مهمی که هست اینه که شما اندازه که میگیرید باید دقیق باشه. الان تقریبا ما با این جوش و اینا که داریم 3 سانت و نیم از پایین داریم به خاطر قوطیمون و 3 سانت هم دوباره از همین قوطی داریم بالا استفاده میکنیم. زیر موتور هم تقریبا 27 سانت جا داریم، پس ما اینو باید حدود 19 و نیم سانت از اینو برش بزنیم و اینجا جوشش بدیم. راست یه نکته خیلی مهم دیگه هم که هست اینکه این ور اون ور باید اندازه بگیریم و این دقیقاً وسط این پایه باشه. پایه پایین کامل آماده شد. حالا برای پایه بالا بهتون گفتم باید یه چیزی باشه، یه لوله دیگه که بیاد بره تو این و هی بره بیرون، بیاد تو، بره بیرون، بیاد تو، که این بالا گیر کنه وقتی نخواستیم بیاد پایین، وقتی خواستیم بره بالا. پس اینو باید دقیقا اندازه همین ببریمش.
خب اینم از این. حالا ما احتیاج به پایه بالا داریم. پایه بالا رو یعنی چارچوب بالا رو فقط با قوطی 6 درصده میخوایم درست کنیم. بریم اندازه‌هاشو بگیم، برشو بزنیم، جوششو بدیم، بعدش اینو جوش بدیم. خب الان دو تا 30 سانتی بریدیم و یه 12 سانتی که یه اچ رو شکل بدیم که عرض این ور تا این ور بشه 24 سانت. الان باید وسط اینا اندازه بگیریم، قشنگ مشخصش کنیم، گونیاشون کنیم، این قسمت ها تماما و پشتش رو جوش بدیم. خب اچ ما آماده شد. حالا این لوله‌ای که برای این بریده بودیم، این باید بیاد این وسط دقیق جوش بخوره، مثل اینی که اندازه گرفتیم وسط و اینا، اینو دوباره اندازه میگیریم و جوشش. خب اینم آماده شد و خیلی شیک و مجلسی میاد میره روی این، میره پایین. جک ما تقریبا آماده است، یعنی بیس کار کلا آماده شده، فقط ما باید یه کاری کنیم که یه چیزی باشه این بیاد بره این بالا گیر کنه. برای این کار احتیاج به چند تا چیز داریم. اول از همه احتیاج به بوش داریم، اونم 3 تا. چون بوش نداشتم، بوش چرخ عقب هوندا 125 هم گوجه خودمو برداشتم و چون خیلی سوراخش گشاد بود، دو تا مهره اینور اونور جوش دادم و یه مته 8 از توش رد کردم که پیچ رد کنه و قسمت بزرگش هم 2 تا تیکه کردم. 3 تا بوش آماده کردم که اینم این 3 تا بوش. حالا بریم باهاش چیکار کنیم. ما احتیاج به یه دسته داریم. برای دسته میخوام از قوطی 2x2 استفاده کنم و با لوله خم کنم. لوله خم کنی که ساخته بودم. خب آقا الان یکم از این اضافه است، یکم بلنده این، اینو باید ببرم یکم، چون یه دونه بوش هم باید بیاد بخوره اینجا و این به بوش جوش بخوره. تقریبا خودتون باید اندازه بگیرید، ولی من یه چیزی حدود 8 سانت از اینو از این قسمت خم احتیاج دارم. اینا که بریدم، بعد یه لولا باید یه نبشی باید درست کنم، اینو بغل این جوش بدم که پیچ بشه توی این و بیام تا اینجا رو بریم، بعد بیام بقیه کارا رو انجام بدم. این قسمت خیلی باید دقیق باشه، این دقیقا باید در راستای همین باشه و بیایم اینو اینجا جوش بدیم و این دستم که بریدیمش بیاد جوش بخوره به این چیز بوشی که درست کردیم. این میلمون آماده شد، ولی ما الان برای اینکه این بره بالا گیر کنه احتیاج به چند تا چیز دیگه هم داریم. مثل چیا؟ مثل اون دوتا بوشی که آماده کردیم، دوتا تسمه و 2 جفت پیچ و مهره و اسمبل کردن. که به این شکل در بیاد. خب حالا که به این شکل در اومد، باید بیایم بزنیمش این زیر. یکیشو باید به خود پایه جوش بدیم، این پایینی ها، یکیشو باید به این میله جوش بدیم. حالا شاید خممونم یکم بد باشه، نهایتا برش میگردیم، ولی در کل حتما نکته که باید رعایت کنید این باید رو به جلو باشه، رو به این ور نباشه، چون دیگه نمیتونید کاری کنید. حتما این باید رو به جلو باشه. بریم اندازه‌های دقیقشون رو بزنیم، جوششون هم بدیم،
که ببینیم چجوری عمل میکنه. خب یه سری تغییرات کلی داشت این قسمت. اولی که تصمیه ها رو یکم بلندتر و زخیم تر کردم و این پدال یا همون دسته یه سری تغییرات کلی داشت. اول که قبلی اگه میخواستم خمش رو برگردونم چون باید داغش میکردم استقامت خودش رو این قوطی دو در دو از دست میداد، پس یه قوطی جدید براش ساختم و از این قسمت تا این قسمت تقریبا همون 8 سانت رو داریم، این قسمت هم دوباره اون 8 سانت رو داریم و چون این میومد بالا اینجا گیر میکرد یه خم دیگه بهش دادم که حالت پدالی داشته باشه و عود 15-16 سانت اومدیم ورتر که این قسمت بالاش هم یه دونه پدال مال گوجه بود، پدال ترمزش رو جوش دادم که یه حالت جاپایی داشته باشه و خیلی مکانیزم باحالی داره. چجوریه؟ وقتی این فشار میدی میره پایین و این قسمت باعث میشه که این گیر کنه و دیگه پایین اصلا نمیاد. بریم رنگش کنیم. خب حالا که رنگ شد توی بستن دوبارش یه نکته رو حتما باید رعایت کنید، اونم گریسه. این قسمت رو قشنگ گریس بزنید که تو بالا و پایین رفتن اذیت نشه. یکم امتحانش بکنیم روون باشه. این پیچار هم خیلی صفر نکنید که به قول خودمون جام نشه، گیری پاش نکنه. حله، فقط یه نکته دیگه میمونه. این قسمت آهنه، قسمت شاسی زیر موتور هم آهنه. به خاطر اینکه دوتاشون با هم برخوردی نداشته باشن و اذیت نشه شاسی موتور، این قسمت رو دوتا چیز باید بذاریم. که من رفتم یه خورده از شلگیر یه تریلی رو بریدم که بیانیم اینجا نصب کنیم روش. البته نبریدم، خریدم، ولی شلگیر تریلیه که اندازه کنیم و پیچ کنیم این بالا. خب دیگه موقعشه که تست کنیم جک اونو. خیلی راحت الان این جاپایی رو داریم و میتونیم جک رو بیانیم بالا. به خاطر اینکه خمی که خورده پایین آوردنش هم خیلی راحته، چون قشنگ کفش میره زیر این و راحت میانش پایین. خب امیدوارم از این جک استند خوشتون اومده باشه و اگه ساختید حتما عکسش رو توی دایرکت اینستاگرام برای من بفرستید و توی کامنت هم حتما بگید چه چیز دیگه ای به نظرتون بسازیم با همو. خیلی مخلصم. سابسکرایب به کانال یادتون نره چون اینجا همیشه چیزی برای یاد گرفتن هست. این ویدیو رو هم لایک کنید و مرسی از حمایتاتون. تا ویدیوی بعد. فعلا.